سلام، دکتر ناصح هستم. تو این ویدیو میخوام یک ترکیب عالی برای تقویت مو و همینطور تقویت ابرو رو خدمتتون عرض بکنم. تو خونه خودتون میتونید درستش بکنین و استفاده بکنین ازش. این نسخه که خدمتتون میخوام بگم یکی از نسخه های قدیمیه و کهن ایرانیان بوده که کاربردهای متنوعی داشته. یکی از کاربردهای مهمش برای تقویت پیاز مو و جلوگیری از ریزش های شدید موه. برای این ترکیب ما نیاز به 1 لیوان روغن زیتون داریم و بهترین روغن زیتونمون بکر باشه، فرآوری نشده باشه، اصطلاحاً اکسترا ورژن باشه، اثر بخشی بالاتری داره. علاوه بر این 5 عدد سیر خام، یه مقدار سایزهای کوچکترش بکنین. این 5 تا سیر رو در این 1 لیوان روغن زیتون بکر قرار بدین و توی جایی که آلوده هم نباشه مقابل آفتاب قرارش بدین. ترجیحاً ظرفش هم پهن باشه بهتره. حالا اگه میخواین در بذارین، توری بذارین، جوری باشه که آلودگی خیلیش منتقل نشه، ولی ترجیحاً نور مستقیم آفتاب بهش بخوره بهتره. بین 1 هفته تا 10 روز بذارین بمونه این ترکیب. بعد از این مدت شما میتونین از این معجون و ترکیب عالی استفاده بکنین، هم برای تقویت پیازمون، هم برای جلوگیری از ریزش بیشتر موهایی که درگیر شدن. این میتونید هر شب کف دست رو چرب بکنید و موضعی به منطقه بمالید. همینطور برای ابرو نوک انگشتتون رو چرب بکنید و روی موضع هر شب یه مقدار بمالید و کم ماساژ بدین. اگر موهاتون خیلی چربه، حدود 30 دقیقه قبل از حموم کردن به سرتون بزنید، قشنگ پیاز مو و خود موها آغشته بکنید و بعدش شستشو آبکشی داشته باشین بعد از 30 دقیقه. اما اگر موهاتون خیلی چرب نیست، معمولی یا خشکه، میتونید بعد از اینکه از همون بیرون اومدین کف دست رو چرب بکنین با این روغن و به پیاز مو و کف سرتون بمالین روغن رو. ضمن اینکه اگر ریزش مو خیلی شدیده و با چرب شدن موی سرتون مشکلی ندارین، حتی میتونید هر شب از همین روغن به سرتون بمالین قبل از خواب و بعد بخوابین. یک توصیه اثر بخش و کاربردی بوده و نتیجه خوبی هم ازش گرفتیم. امیدوارم برای شما هم اثر بخش باشه. از این روغن برای موارد دیگه هم میتونین استفاده بکنین، از جمله برای کلیه درد و دردهای سمت پهلوه اثر خوبی داره. و یک کاربرد جالب دیگهش برای دفع حشرات. رو بعضی افراد دیدیم که این اثر بخش بوده و حشرات رو تا حد قابل قبولی دور کرده. کسی که بدنش زیاد در معرض گزش این نیش‌های پشه و حشراته، یه مقدار از همین روغن ترکیبی سیر و زیتون رو به بدنش بمالین. اثر بخشی خوبی داشته رو بعضی موارد. همینطور برای دردهای منطقه گوش، یه مقدار روی شقیقه‌ها، منطقه بالای گوش، از همین روغن ترکیبی سیر و زیتون بمالین. جالب بوده اثرش رو این موارد هم. یکی دیگه از کاربردهای این ترکیب سیر و روغن برای دردهای مفصلی، خصوصا دردهای روماتیسمیه، برای کاهش التهابات و این دردها اثر بخشی مناسبی داره. بهتره یه مدت 3 هفته هر شب قبل از خواب به محل درد اینو بمالین و اگر دردتون خیلی عمیق تره، مقدار سشوار هم رو منطقه بگیرین و خوب ماساژش بدین، اثر بخشی بهتری داره. ضمن اینکه این ترکیب روغن سیر برای قارچ‌های پوستی و عفونی هم مناسبه. اگر عضوی از بدنتون درگیر مشکل شد، مثلا لایه ناخون یا بعضی از اندام‌های خاص‌تر حساس‌تر، می‌تونید مقدار از این روغن رو تو محل بمالید، خصوصاً به خاطر آلیسینی که در سیر هست و تو این ترکیب آزاد میشه، به کاهش عفونت کمک خیلی خوبی میکنه. این ترکیب سیر و زیتون رو به صورت خوراکی هم میتونید استفاده بکنید. البته فرقش اینه که بهتره که اولا سیر خوب ریز بشه، حد در حد رنده شدن، و نسبتش هم مساوی باشه. این همون مقدار که روغن زیتونه، همون مقدار هم سیر باشه و در یخچال هم قرار بده. نیاز نیست که تو آفتاب بمونه. در واقع میشه سس سیر. اینم ترکیب خیلی موثریه، هم برای کاهش چربی خون، هم برای بهبود دردهای مفصلی. توی یخچال میتونید نگهداری کنید و گاهی اوقات روی سالادتون و روی غذاهاتون ازش استفاده بکنید. ضمن اینکه ما توی ویدیو مفصل‌تر در مورد کاربردهای درمانی تر از سیر توضیحاتی دادیم که حالا با چه ترکیباتی برای سلامتیمون میتونیم ازش استفاده بکنیم. اون ویدیو رو هم ببینید، به درتون میخوره. اگر به هر علتی روغن زیتون در دسترستون نبود، نتونستین تهیه بکنید، این کار رو با روغن کنجد هم میتونین انجام بدین، ولی اولویت با زیتونه. آرزوی قلبی من شادی و سلامتی و تندرستی و نشاط برای همه شماست. ممنون از حوصله‌تون. خدا نگهدارتون.